بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در جلسات گذشته صحبت درباره ویژگی‌های سوره مبارکه حمد بود. تا کنون 8 ویژگی از این ویژگی ها رو خدمتتون توضیح دادم. 9 ویژگی این سوره مبارکه این است که سوره حمد تنها سوره است که با ستایش خداوند متعال آغاز می شود و با اخلاص اعتقادی، عبادی و عملی ادامه می یابد و با دعا پایان می پذیرد. ستایش، اخلاص و نیایش، این 9 ویژگی سوره حمد است. این 3 عنوان در کنار هم. اول سوره حمد ستایش خداست. الحمدلله رب العالمین. وسط سوره اخلاص است. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اخلاص عبادی، اعتقادی، عبادی و عملی. نستعین اخلاص عملی است. پایان این سوره دعاست. اهدنا الصراط المستقیم تا آخر. جالب است که در روایتی آمده امام صادق علیه السلام به عنوان، حالا اسمشو بگذاریم معما، یک معما این مسئله رو از ابو حنیفه یکی از ائمه اهل سنت سوال کرد. فرمود که کدام سوره از سوره های قرآن هست که اولش تحمید است، وسطش اخلاص است و پایانش دعاست. خب این رو حالا بنده بعد از اینکه برای شما توضیح دادم روشنه، ولی اگه از خود شما هم سوال کنن که در این سوره قرآن کدوم سوره هستش که اولش ستایشه، وسطش اخلاصه، آخرش دعاست، شاید کمتر کسی بتونه به این سوال پاسخ بده. ابو حنیفه که نتونست جواب بده، یه مقداری حیرت زده فکر کرد که این چی میشه، این کدام سوره از سوره های قرآن دارای این ویژگی هست که اولش ستایش، وسط اخلاص، آخرش دعا. یه مقداری فکر کرد و بعد گفت آقا نمیدونم. شما بفرمایید. حضرت فرمود که این سوره حمده. سوره حمد اولش ستایش خداست، وسطش اخلاص است و آخرش دعا. 10 ویژگی سوره حمد عبارت است از وجوب قرائت آن در نماز. این از اختصاصات سوره حمده که در همه نمازها در رکعت اول و دوم واجبه که سوره حمد خونده بشود. هیچ یک از سوره های قرآن این خصوصیت رو نداره.
که واجب باشه در همه نمازها تکرار بشه. روایات زیادی هم داریم که دلالت بر این معنا میکنه، هم از طریق شیعه نقل شده این روایات، هم از طریق اهل سنت. این روایت معروف که لا صلاة لمن لم یقرأ فی کل رکعت الحمدلله، این از طریق اهل سنت نقل شده. یا لا صلاة لمن لم یقرأ به فاتحه الکتاب، باز اینم از اهل سنته، اولی سنن ابن ماجه جلد 1 274، دومی صحیح بخاری جلد 1 263. البته معروف این روایت لا صلاة الا به فاتحه الکتاب هم در منابع اهل، در منابع فقهی شیعه هست، ولی کن در مصادر این عبارت، در مصادر شیعه این عبارت دیدید، ولی مضمونش هست. در واقع این استیاد شده، این لا صلاة الا به فاتحه الکتاب استیاد شده از مجموعه روایات. اون چه در روایت شیعه هست، در وسائل شیعه اینجور هست عبارت، جلد 6 صفحه 39، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید کل صلات لا یقرأ فیها بفاتحة الکتاب فهی خداج، هر نمازی که در آن فاتحة الکتاب خونده نشه، سوره حمد خونده نشه، خداج است. خداج یعنی چی؟ خداج به معنای بچه ناقص الخلقه است، که اینجا مرحوم سید رضی هم این رو در مجازات نبوی آورده، مجاز هست، یعنی نماز ناقصه، نماز تمام نیست، خداج هست یعنی ناقصه. یا در روایت دیگری دارد، در همون کتاب خدمتتون عرض کنم مجازات نبویه هست، صفحه 111، کل صلات لا یقرأ فیها به ام الکتاب فهی خداج، هر نمازی که ام الکتاب در آن خونده نشه این ناقص هست. روایات از طریق شیعه و سنی زیاد هست، همونطوری که اشاره کردم. به هر حال این هم یکی از ویژگی های این سوره مبارکه است. به همین جهت در روایت دیگری آمده که ام الکتاب عوض عن غیرها ولیس غیرها منها عوض. ام الکتاب یعنی سوره هم جای سوره های دیگر رو میگیره، ولیکن سوره های دیگه نمیتواند جایگزین این سوره مبارکه بشه، هیچ سوره نمیتونه جای او نماز رو تکمیل کنه. 11 ویژگی سوره مبارکه هم اهمیت آموزش آن به کودک، خیلی مهم است که انسان فرزند خودش رو از آن آغاز یادگیری، اولین چیزی که یاد به او میده مسئله حمد باشه، سوره حمد رو به او یاد بده. در واقع اون ویژگی هایی که تا کنون عرض کردیم، 9 ویژگی که تا حالا اشاره کردیم، خیلی روشن نشون میده که فرهنگ سازی آشنایی جامعه با این سوره این خیلی مهمه. این ویژگی هایی که تا کنون گفتیم، 9 ویژگی، این دلالت میکنه که شناخت این سوره، معرفت به این سوره، آشنایی با این سوره، این باید در جامعه اسلامی فرهنگ سازی بشه. و این فرهنگ سازی هم باید از کودکی آغاز بشه، از اون آغازی که بچه قدرت تعلیم و تعلم پیدا میکنه، شایسته است که این
سوره به او یاد داده بشه، خصوصا این برای مهد کودک ها و کسانی که معلم هایی که معلم کودک هستن این خیلی مهمه. یه روایتی دارد که امام حسین علیه السلام یکی از فرزنداش به نام جعفر، امام حسین چند تا پسر داشت، یکیش اسمش جعفر بود، این رو مکتب خانه فرستاده بود، معلمی داشت این آقازاده به نام عبدالرحمن سلمی. این آقای عبدالرحمن سلمی اونطور که برقی نقل کرده از خواص اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام بوده که معلم مکتبخانه بوده که فرزند امام حسین علیه السلام هم در اون مکتبخانه آموزش میدیده. و عاصم که یکی از قرائ معروف سبع از این قرائت هم که ما میخونیم قرائت قرآن حفظ از عاصم هست، این عاصم از شاگردای همین عبدالرحمن سلمی است. به هر حال معلم این آقای آقا جعفر عبدالرحمن سلمی بود. موقعی که معلم سوره حمد رو به این یاد داد، امام طبق نقل که حالا هرچند این نقلی که هست از نظر روایی از نظر رجالی نقل معتبری نیست از نظر سند، ولی که معتبر نبودن دلالت بر این نمی کند روایت صادر نشده، ممکنه صادر شده باشه. و این حرکتی که امام علیه السلام حالا براتون توضیح میدم انجام میده در رابطه با تجلیل از معلم، تجلیل از معلمی که سوره حمد به بچهش یاد داده، این در واقع یک اقدام در جهت فرهنگ سازی آشنا کردن جامعه خصوصا کودکان با سوره حمده. بعد از اینکه این آقای معلم یاد داد سوره حمد رو به فرزند امام حسین علیه السلام، دارد که امام او رو خواست، این معلم رو خواست، 1000 دینار طلا بهش داد، 1000 حله بهش هدیه کرد و دهانش رو هم پر از در کرد. وقتی از امام پرسیدن که آقا خیلی هست که کاری نکرده، یه سوره هم یاد بچه شما داده، شما این همه تجلیل از معلم به خاطر آموختن سوره هم به این کودک، حضرت فرمود که و عین یقع هذا من عطائه، این هدیه که ما به این معلم دادیم در برابر اون چه او به فرزند ما داد چیز کمی هست. این نشون میده که فرهنگ سازی آشنا کردن بچه ها کودکان با این سوره چقدر مهمه و چقدر باید اهمیت داده بشه در جامعه اسلامی، در جامعه که پیروه مکتب تشیع هستن، در آشنا کردن جامعه خصوصا نوجوانها و کودکان با این سوره و با معارف آن، حالا تنها با لفظش هم نیست. خب حالا میرسیم به 12 ویژگی سوره هم که فضیلت تلاوت این سوره است. انشاءالله این بمانه برای برنامه بعدی. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.